سلام بچه‌ها، با شروع فصل جدید فوتبال ایران ما هم لیگ پیشبینی گپ اسپورت توی فوتبال 360 برای لیگ برتر ایران رو انداختیم. اگه شما هم می‌خواید عضو این لیگ پیشبینی بشید، باید برید توی اپ یا سایت فوتبال 360 توی بخش پیشبینی. عضویت در لیگ در بخش لیگ برتر ایران فعلا بازی خارجی درست نکردیم، اونم به زودی درست می‌کنیم، ولی لیگ برتر ایران عضویت در لیگ رو بزنید و اینجا این کد رو بزنید BQZNL3 و وقتی که دکمه ثبت رو بزنید شما هم عضو لیگ پیشبینی گپ اسپورت برای لیگ برتر ایران برای این فصل میشید. حالا بریم سراغ پیشبینی هفته اول لیگ برتر ایران فصل 1403-1404. خب از اولین بازی شروع کنیم، بازی ملوان و گلگهر سیرجان. خب ملوان ها در آستانه شروع اولین بازیشون توی لیگ برتر این فصل وضعیت خیلی خوبی نداشتن. اونا تمرینات خودشون رو با سعید دقیقه آغاز کردن بعد از اینکه مهدی تارتار از این تیم جدا شد و به تیمی که روبروشونه یعنی گلگهر رفت. اما فقط چند روز قبل از این بازی یهویی مازیار زاره دوباره اومد سرمربی تیم سابق خودش. درسته که ملوانی‌ها بازیکن‌های خوبی و این فصل به خاطر اینکه میتونن بازیکن‌های سرباز رو به تیمشون بیارن جذب کردن. همین چند ساعت پیش خبر رسمی رفتن امید نورافکن هم به این تیم قطعی شد. اون طرف هم گلگهر سیرجان چند سال گذشته بازم کارشو با ثبات شروع کرده. اونا اول فصل سامان فلاح رو فروختن، یکی از بازیکن‌های جوان آینده‌دار خودشون، و طبق سال‌های گذشته که معمولاً هر سال یکی دو تا بازیکن خوب و جوانشون رو با مبلغ بالایی می‌فروشن به بقیه تیم‌ها. و البته اون روبرتو تورس رو هم که یکی از بهترین بازیکن‌های سال گذشته فوتبال ایران بود رو هم از دست دادن و قراردادشو تمدید نکرده. ولی خب گلگهر برعکس رقیب هفته اولش از اول کارشو با ثبات شروع کرد. گفتم اونا مهدی تارتار رو به عنوان سرمربیشون جایگزین آقای اودینیدس کردن که سال قبل نتایج متوسطی گرفت با این تیم. از اول معلوم بود که سیستمشون چیه، تمرینات خودشون رو زودتر شروع کردن و ثبات این مسئله خیلی مهمه دوستان. اما یه نکته‌ای که وجود داره، این بازی قراره که توی استادیوم سیروس قایقران برگزار بشه و انزلیچی ها میزبانن. به خاطر همین من میگم که این بازی با نتیجه 1-1 مساوی تموم میشه. بعید بدونم گلگهر هفته اول توی خونه ملوان از پس این تیم بر بیاد. حالا بریم سراغ بازی بعدی، استقلال خوزستان در مقابل آلومینیوم عراق. خب ما نبرد دو تا تیمی رو داریم که من توی پیشبینی کلی لیگم که با روشن گرفته بودیم گفتم که احتمال خیلی زیاد حداقل برای میانه جدول یا بلکه سهمیه آسیا سال بعد می‌جنگن. استقلال خوزستان توی فصل نقل و انتقالات واقعا جالب کار کرد. چند تا خارجی با کیفیت نسبت به لیگ ایران آوردن به تیمشون. یه مربی رزومه دار تقریبا که توی فوتبال شرق اروپا تونسته بود کارنامه خوبی از خودش به جا گذاشته رو بیارن به فوتبال ایران. و اون طرف آلومینیوم عراق هم یکی از معدود تیمایی بود که تغییر آنچنانی روی نیمکتش نداد. توی ترکیب خودش هم همچنین بجز مهدی نیموچی اونا بازیکن آنچنانی رو دیگه از دست ندادن. حتی اگه الان یادم بیاد. و خب برای من سختی که ببینم این دوتا تیم در نهایت زورشون به همدیگه بچربه. به خاطر همین من میگم که این بازی 0-0 مساوی میشه. یه نکته دیگه هم که داره، این بازی قراره توی خوزستان برگزار بشه. فکر کن توی این مقطع از سال وسط تابستون بازی توی خوزستان وحشتناک کار برای دوتا تیم سخته. اما بازی سوممون بازی قهرمان سال گذشته از پرسپولیس در مقابل ذوب‌آهن اصفهان. خب بالاخره وقت رونمایی از پرسپولیس و گاردو به صورت رسمی رسیده. اونا در حالی که استادیوم آزادی رو ندارن، استادیوم تختی هم آماده نشد، ورزشگاه امام خمینی عراق رو انتخاب کردن برای میزبانی از ذوب‌آهن که حالا نمیدونم چقدر تاثیرگذار میتونه باشه و نباشه. خب شاید بتونیم بگیم یکی از نقاط ضعف پرسپولیس توی اول فصل میتونه این باشه که اونا تغییرات خیلی زیادی نسبت به فصل گذشته داشتن، جایی که چندین بازیکن با تجربه و تاثیرگذار خودشون توی فصل نقل و انتقالات از دست دادن و البته نیمکتشون هم بازم دستخوش تغییر شد. از اون طرف ذوب‌آهن رو داریم، ذوب‌آهنیایی که بعد از سالها میتونیم بگیم ما محمد ربیعی یه نمایش امیدوارکننده توی لیگ برتر داشتن و اونها هم توی فصل نقل و انتقالات یکی دو تا خرید خوبو داشتن و بجز اسلامی که پدیده سال گذشتهشون بود آنچنان خروجی خاصی نداشتن. این بازی مطمئنن برای هر تا تیم، مخصوصا به نظر من پرسپولیس که کادر فنیش تازه اومدن به ایران و اونجوری آشنا نیستن به تیم‌ها و بازیکن‌های جدیدشون، خیلی خیلی سخت خواهد بود برای این تیم. و اون طرف ذوب‌آهن هم میدونه که داره جلوی قهرمان سال گذشته بازی میکنه و در نهایت من میگم که پرسپولیس این بازی رو 1-0 از ذوب‌آهن میبره. عیسی آلکسری یه دونه گل میزنه. بریم سراغ یکی از بازی فوق‌العاده جذاب دیگه هفته اول، تراکتور در مقابل مس رفسنجان. خب تراکتوریا مطمئنم که خیلی خیلی ذوق دارن برای اینکه تیم جدیدشون تو این فصل ببینه. اونا مهدی ترابی رو گرفتن، علیرضا بیرانوند رو گرفتن، دانیال اسماعیلی فر رو گرفتن، دو تا بازیکن از کرواسی آوردن که آما
آمارشون که نشون داد بازیکنای خوبی ان و چندین بازیکن خیلی شاخ و خاص دیگه هم از سالهای قبل گرفته بودن. سرمربیشون هم آقای دراگون اسکوچیچه که با جادوگرا ارتباط خاصی داره و مطمئنا میتونه کارو براشون در بیاره. از اون طرف هم مثل رفسنجان آنچنان شرایطش ایدئال نیستش. اونها یکی از تیمایی بودن که خیلی دیرتر نسبت به بقیه تیمای لیگ تمرینات خودشونو به صورت کامل استارت زدن. از اون گذشته همچنان حواشی اون توانی و سکه و رشوه و اینا به داورای لیگ برتر دور و بر مثل رفسنجان هستش و این مطمئنا روی ذهن و روان کادر فنی و بازیکنای مس تاثیرگذار خواهد. ولی خب فراموش نکنیم که اونا محرم نویدکیار دارن، یکی از با اخلاق ترین و بهترین مربی ایران از نظر فنی و تنها امیدواری که من دارم به مس تو این بازی محرم نویدکیار عزیزه. اما به نظر من تراکتور این بازی رو در نهایت 2-1 از مس میبره. فکر نمی کنم واقعا که مس بتونه حریف تراکتور دراگون اسکوچیچ بشه با اون مهراش. اما بازی بعدی تیم تازه صعود کرده شادالمرو اردکان در مقابل سپاهان. خب سپاهانی همین چند وقت اخیر اولین بازی رسمی خودشونو توی این فصل انجام دادن، اونم مقابل شباب الاهلی بازی کردن توی پلی آف لیگ نخبگان آسیا که باخت سنگینی رو تجربه کردن و همین میتونه باعث عصبانیت شیرهای وحشی اصفهان بشه. اونا مطمئنن با توجه به مورایش جذب کردن و با توجه به انگیزه هایی که دارن این فصل میان که چادرملا رو در هم بکوبن. اون طرف چادرملا اردکان هم یه تیم مظلوم تازه اومده لیگ برتر، آنچنان بازیکن اسمی هم جذب نکرده و خب به نظر من تیم چادرملا توی نقش جهان اصفهان و به میزبانی سپاهان کار خیلی سختی دارن فکر میکنم شاگردای آقای سعید اخباری که بتونن جلوی سپاهان رو بگیرن و من فکر میکنم که در نهایت سپاهان این بازی رو 3-1 از چادرملا ببره. کاوه رضایی گل داره دایی. بازی بعدی اما بین دو تیم خیبر خرم‌آباد و هوادار تهران. هوادار سال گذشته که کارو با حاج محمود شروع کرد نتایج بدی گرفتن، بعد مسعود شجاعی اومد جایگزینش شد، تقریبا میتونیم بگیم نیم فصل دوم اونا نتایج خوبی گرفتن زیر نظر مسعود شجاعی، اما در نهایت به توافق نرسیدن با این اسطوره بی‌بدیل دریبلینگ فوتبال ایران و ایشون جدا شد از هوادار. چه کسی جایگزینش شد؟ آقای مهدی رحمتی که سال گذشته توی نساجی اصلا عملکرد خوبی نداشت و اونا رو از هر سه تا جام میتونیم بگیم که حذف کرد. اون طرف اما تیم دوست داشتنی و بسیار جالب و هیجان انگیز خیبر خرم‌آباد دادم که برای اولین بار صعود کردن به لیگ برتر و اونها هم واقعا یکی از تیمایی بودن که توی نقل و انتقالات عملکرد خوبی داشتن. بازم یکی دو تا خارجی رزومه دار نسبت به فوتبال ایران و چند تا بازیکن لرستانی که سابقه بازی کردن توی لیگ برتر رو دارن و یه جورایی می‌خواستن ارق خودشون به شهرشون رو حفظ کنن. سرمربی خیبر هم آقای رضا مهاجری، یکی از بهترینا موادا و خب من که خودم خیلی دوست دارم خیبر این بازی رو ببره، ولی بازی توی تهرانه و اگه بازی توی لرستان بود و اون هوادارا میمدن و جو و انرژی که میتونستن به خیبری بدن خیلی عجیب میشد، در نهایت من فکر میکنم که این بازی 1-1 مساوی بشه. حالا بریم سراغ شیرهای مازندران در مقابل فولاد خوزستان. خب این بازی قراره به نظرم یه نبرد بسیار جالب و جذاب بین ساکت الهامی و البته یحیی گل محمدی باشه، پر افتخارترین مربی حال حاضر فوتبال ایران. خب نساجی‌ها هم سال گذشته بعد از تغییراتی که رو نیمکت خودشون داشتن بالاخره ساکت الهامی رو برگردوندن به تیم و انصافا ساکت هم تونست نتایج خوبی با این تیم بگیره و اونا رو توی لیگ نگه داشت. نساجی هم یکی از تیمایی بود که اردو خودش رو زودتر شروع کرد، به ترکیه رفتن، اونجا چند تا بازی دوستانه هم انجام دادن و خب به نظر می رسید که بجز نقل و انتقالات که به نظرم جا داشت خیلی بهتر باشن، از لحاظ ثبات و اینا اوکی بود این تیم. اون طرف اما فولاد هم با زگیر حاشیه عجیب غریبی شده، یه فصل هم نخوان اینا بدون حاشیه برن تو زمین نمیشه. اونا اول فصل یحیی گل محمدی برگردوندن به دنیای سرمربی گری بالاخره و یحیی بعدش حاشیه دوباره برای شروع شد دیگه، مثل اینکه دوباره گفتن که نمیتونه کار کنه، نمیتونه روی نیمکت تیم لیگ برتری بشینه. فعلا چند روز قبل از شروع لیگ به تمرینات فولاد نرفت، اومد تهران پیگیر کاراش بشه و دوباره چند روز بعد خبر اومد که برگشته به تمرینات فولاد و مثل اینکه کاراشون اوکی شد. خب این مطمئنا خوب نیست. منی که خودم روی فولاد به خاطر یحیی حساب کردم که یکی از تیمای مدعی این فصل باشه، این اتفاقات مطمئنا بهشون ضربه میزنه و بعید میدونم اینجا هم تاون بشه. اینا تا یحیی رو فراری ندن از این مملکت ول نمیکنه. اما پیش بینی من از این بازی نتیجه 0-0. اینجا هم فکر نمیکنم که این دوتا تیم بتونن از پس امنیه بر بیان. حالا بریم سراغ بازی آخرمون، یه بازی خیلی جذاب و جالب.
مغرب، استقلال در مقابل شمس آذر قزوین. خب سال گذشته بازی‌های استقلال و شمس آذر خیلی جذاب و تماشاگر جفتشون هم پرگل از آب در اومد. اما امسال دیگه شرایط به کلی فرق کرده. استقلال رفته ستاره‌های بین‌المللی آورده تیمش. این طرف شمس آذر در حال فروپاشی رسمه. اونا مازیارزاره رو آوردن جای سعید دقیقی، بعد سعید دقیقی رفته بود ملوان. بعد مازیارزاره رفتش دوباره ملوان، بعد سعید دقیقی رو می‌خواستن دوباره برگردن شمس آذر، فعلا سعید دقیقی موافقت نکرده. و نقل و انتقالاتش هم که اصلا نیام، از نیم فصل قبل برداشتن ستاره‌های شمس آذر همشو بردن. رضا جعفری مثلا رفت تایتور، این فصل حسین گودرزی رفتش سپاهان. کلا بخوایم بگیم شمس آذر الان خالی از بازیکن و مربی هم بالا سرش معلوم نیست کیه آخر. و خب درسته که شمس آذری میزبان این بازی هم بازی قراره توی قزوین برگزار بشه، ولی من خیلی بعید میدونم که شمس آذر بخواد دردسرساز بشه ذره‌ای برای استقلال. به خاطر همین میگم که 3-0 این بازی استقلال میبره از شمس آذر. رامین رضاییان و بلانکو آره دایی گلا رو میزنن. یادتون نره شما هم توی کامنت ها پیشبینی خودتون رو بنویسید و یادتون نره که توی لیگ پیشبینی ما هم عضو بشید. فعلا